احساس میکنم که صدا و سیما واقعا دینش رو داره ادا میکنه در رابطه با احیاء آثار معنوی و ارزش های مقدس دفاع مقدسمون. و گم شدن کیفیت و حیثیت اجناس ایرانی پشت اسم و رسم مارک های خارجی. این بار هویت تشک ایرانی پشت برند خارجی پنهان شده بود. فنرهایی هستن، تشک هایی هستن، مواد اولیه که هستن، اینها کاملا ایرانی هست، در اینجا تولید میشه، لیکن مارک کشورهای خارجی رو روش نصب میکنن و به اسم تولید یک کشور خارجی در بازار عرضه میکنن. رویش عوض کردیم، تعمیرش کردیم، داریم میفرستیم. گارانتیش اینجا انجام میدیم. خراب شد، دارن گارانتیش انجام میده، دیگه احتیاج نیست دوباره آر بخوره روش. پس اینکه میام بسته بندی میکنم با نیت این هستش که تولید ایران هستش، شما داری برند خارج استفاده میکنی. این کارتونه هم تولید ایران هستش. روزی داری برای این قضیه؟ نه والله من نمیدونم اصلا. نیدم مثلا توشکای که با مارک ایرانی عرضه میکنن به بازار به قیمت 450 هزار تومان هست. ولی وقتی مارکای خارجی روش میچسبونن به قیمت بالای 850 هزار تومان به مردم عرضه میکنن. و این کارت کاملا تقلب هست و حکم این واحد تولیدی بالغ بر 500 میلیون تومان جریمه محکوم خواهند شد و محل تولیدی هم پلم میشه. در 20مین سالگرد رحلت یادگار امام از مردی بگیم که سالهای عمرش رو در خدمت به ولایت سپری کرد، مردی که از بی بصیرتی ها و عهد شکنی ها گلایه داشت و به گواه تاریخ هوشیاری و مرزبندی قاطعانش در برابر جریان های انحرافی شاخصه مهمش بود.